سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه ما برنامه ای را که امروز خدمتون عرضه می کنیم تحت عنوان مقاومت در برابر مصیبت هست شاید اشاره در این ارتباط در برنامه های قبلی کردیم و این بیشتر در ارتباط با تماسیست که یکی از بینندگان عزیز ما در پی از دست دادن همسرشون به خاطر ناراحتی هایی که پیدا کرده بودن تماسی با ما گرفتن و خواستن که اگه بتونیم برنامه ای رو در ارتباط با سالاتی رو که ایشون مطرح کردن عرضه بکنیم که خواستیم از آقای بازرگان خواستیم که کمک کنند در ارتباط با پاسخ به این سالها و سال اولی رو که مطرح هست این هست که واقعا ایشون چه کنم تا غم این هجران غیر قابل برگشت را جبران کنم آقای بازرگان خیلی متشکر تشکر میکنیم از وقت شما اجازه بدید که با این سوال مقدماتی برنامه رو شروع کنیم بسیار خوب به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ارز کنم که خب مشکل پاسخ دادن به یه سوالی ولی همه اینا برمیگرده به بینی و انسان نگری این بیننده عزیز که خب آشنایی باهاش نداریم اگر باور انسان بر این باشه که خب به حال به دنیا اومده و چند سباهی هم زندگی میکنه و, می و, و بعد دادم سرشو میذاره زمین میره و بعدم پوسیده میشه و همینه دیگه چیزی در برایش نیست خب این یه جور تلقی مسئله است تلقی مرگ و حالت دوم کسانی است که یه باوری به رستاخیز و آخرت دارن و یک بالاخره سابقیاری اختیاری آفریدگاری برای جهان قائل هستن و بر حسب بعدهای او به یک نگاه بلندتری به جهان دارن بنابراین هر دوی این حالت ها نتایج متفاوتی رو به بار میاره اگر بالاخره باوری به آفریدگار نیست و زندگی همین موقت خب بالاخره باید سوال کننده عزیز واقعیتی رو بپذیرن دیگه خب وقتی چیزی راه حلی وجود نداره و کاری دیگه نمیتونیم بکنیم واقعیت رو قبول باید کرد و به حال تسلیم شد و تمکین کرد بالاخره همینه دیگه آدم دو تا ضرر که نباید ببره همین که بالاخره تمام میشه چرا قبلا خودش رو بخواد نابود بکنه و به حال با غم اون وضعیت فعلی خودش رو هم دست بده تو اون لحظه باید زندگی بکنه اینطوری که روانشناسا هم به حال توصیه میکنن اینی که نه به گذشته تاسف بکنید نه به آینده ای که آمده به حال سعی کنید وضع موجودتون رو زمان حال رو ازش لذت ببرین این یه دید البته مادی دنیا نگره ولی برای کسانی که باوری به آینده و آخرت و وعده های پروردگارشون دارن مسئله باید خیلی ساده تر باشه یعنی اونها راحت تر مسئله رو استقبال میکنن در قرآن اتفاقا آیه هست سوره بقره فکر کنم دیس و 55 گمانم اینها به بعد میگه که ما حتما شما رو امتحان میکنیم یعنی همه در معرض امتحان سختن تو زندگی ولا نبلون نکن به حتما بدون شک و تردید یعنی این نیست که دنیا آدم راحت بیاد و تا آخرم خوش بگذرونه و هیچ اتفاق و مصیبت و گرفتاری هم نباشه میگه ولی متفاوته به شیئن من الجو یا گرسنگی است یعنی مشکلات مالی است یا خوف جنگ یا نقص من الاموال و الانفس و سمرات نواقصی که در زندگیش تجارتش یا از دست دادن عزیزان کسانشون پیش میاد میگه ولی و بشر صابرین پیام بر بشارت بده با پایداران اونای که اهل مقیمت مقاومت در برابر مصیبت ها هستند و اینا رو توضیح میده که برخوردشون و تلقیشون با مشکلات چگونه است میگه الذین اذا اصابتهم ها مصیبتون کسانی که این مصیبت ها میرسه اخراج از اداره نمیدونم برشکست شدن از دست دادن پدر مادر عزیزا انبای دیگه تو زندگی حد و حصری اینا نداره <تصفح> میگه اینا تلقیشون اینه که انا لله و انا الیه راجعون ما که طلبکار نیستیم انا لله ما متعلق به یک آفریدگاریم کسی ما رو آفریده به اختیار خودمون که نیومدیم که نخوایم بریم یا بخوام عوض کنیم سرنوشت رو و بعدم جایی دوری نمیریم جای دوری نمیریم انا الیه راجع داریم به سوی معبودمون معشوقمون برمیگردیم ای کسی با یک معبودی معشوقی یک رابطه قلبیه، عمیقتر داشته باشه که قصه نباید بخوره آدم میگه سفری میره ولی امید داره که یه جایی منظره خوبیه خویشاوندی رو میبینه یه عزیزی در اونجا هست در طول امداد خیلی خوشحال باشه میگه بنابراین چرا ناراحتی؟ اولا متعلق به اون جریان هستین و بعدم داری برمیگردی به اون و بعد میگه اولاکه علیهم صلوات من رب درود خدا بر اینها باد و اولاکه هم المحتدون میگه اینا واقعا فهمیدن اینا هدایت شدن یعنی اینا درک کرده که جریان چگونه است قرار نیست که کسی بر ابد بمونه یعنی برمیگرده به نوع تلقی و درک و فهم انسان از این مصیبت مرگی یا مشابه اون اتفاقا عارفان ما که عمق این مطالب رو درک و دریافت کردن اونها هم خیلی قشنگ بیان کردن به زبان فارسی حالا ما این چیزای عربی رو یا قرآن اینا رو شاید اکثر هموطنان عزیز خیلی آشنا نباشند ولی لاقل با فرهنگ خودمون اون کسانی که مثل فرض کنید حافظ که حافظ قرآن بود و به هفت روایت هم حفظ بود یا مولوی که میگه در وصف او گفتن مصنوی من چو قرآن مدل هادی بعضی و بعضی را مدل مدلش در واقع قرآن بوده مولوی اونم در وسیعتهاش مولای رومی میگه که بله به روز مرگ جنازه من چو روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگری و مگو دریق دریق به دام دیو در افتی دریق آن باشد منظورش از دیو شیطانه در فرهنگ ما دیو و در یعنی میگه اگه تو تو زندگی دیو صفت بشی شیطان صفت بشی آدم خشن و بد خلق و خوی باشی دریغ اونه وگه نه مردن که دریغ نیست مرا خاک سپاری مگو ودا ودا لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد تازه من خلاص شدم نجات پیدا کردم میگه تو نگرانی که من از دنیا رفتم کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست هر دانه ای رو تو زمین بذاریم بالاخره رویده میشه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد ما هم سلولامون مثل دانه های گیاهان در طبیعت تمام تمام اینفورمیشن تمام اطلاعاتمون هست میگه کدام دلو فرو رفت در چاه و پر نامد برون در دلوی رو بندازه تو چا آدم پر از آب در میاد میگه مرگ مثل یه چاهیست در واقع یوسف جان را چرا فقان باشد میگه ما مثل یوسفیم دیگه یوسف رو که در بن یه چاه انداختن ولی کاروان وقتی که عبور میکرد دلبی رو انداختن یوسف در آمد میگه تو چرا چنین انتظاری نداری که از این چاه مرگ در واقع یوسف وار با زیبایی یوسف انسان برون بیاد میگه دهان چوبستی از این سوی آن طرف بکشایی که های او در جبه بی لا مکان باشد یعنی در واقع دو تا نگاهه میگه تو فکر میکنی دهان از این سو بستی تمام شد تو دنیا من تمتع و بهرمندی ندارم نه اون جو بینهایته خب اگر نگاه آدم به جهان اینطور باشه یعنی یه باوری داشته باشه به رستاخیز یه آفریدگار رحمانی باشه و چنین باوری باشه اصلا نگران نیستش که چنین اتفاق میفته یا چیزایی که مال فرزند مولوی باها ولدم اونم حالا مفصل من وقت بینندگان رو نمیگیرم ببینیم عرفا اصلا یه نگاهی دیگه دارن یا آدمایی که باور کردن عمیقا این مصیبت ها رو خیلی ساده تر از سر میگذرونن خیلی مچکه یه چیزی رصف هست این بیننده عزیز هم اشاره بهش کردن <تصفح> که در مراسم ترهیم معمولا استفاده میشه از قرائت سوره حمد و سوره الرحمن بله <applause> میخواستیم یه اشاره بشه به مناسبت این آیا متوجه هستن که اینها چه چیزی رو داره مطرح میکنه یا پیام که پشت این سوره ها هست آیاتی از این سوره هست چه چیز هست بله خب الان معمولا تو این مجالس ختم و ترهیم و سالگرد و اینا خب اولش میگن فاتحه فاتحه مرسلوات مل... فاتحه یعنی افتتاح یعنی کلید گشایش قرآن اول قرآن با سوره هم دیگه سوره فاتحه معمولا تو این جلسات اون رو میخونن یا سوره مثلا اینطوری که گفتین سوره الرحمن رو میخونن خود این اصلا نشون میده که از موقع که اینها رسم شده توجه به زاویه نگاه به مسئله مرگ و مصیبت داشتن سوره همد همش خوشحالیه جالب جلسه ازاست ولی آیاتی رو میخونن که همش خوشحالیه الحمد حمد یعنی سپاس تشکر در حالی که آدما ممکنه که طلبکار باشن گلمن باشن از خدا که چرا این پدرم مادرم عزیزم از دنیا رفت چرا سکته کرد چرا تصادف شد ولی اصلا از اول نوع نگاه نگاه حمد ستایش مثبت نه نگاه منفی یکی از بزرگان میگه که جهان هر طوری که طور تو نگاه بکنی همون جوریه یعنی ما بر حسب زاویه نگاهمون و تلقیمون همون جوری میبینیم بعد نگاه بکنی بعد میبینی خوب ببینی خوب نگاه بکنی خوب میبینی اگه مثبت نگاه بکنیم یه نتیجه دیگه میگیریم الحمدلله رب العالمین مثل سوره هم چیه؟ در بست همه تشکر و حمد و سپاه برای اون کسی است که صاحب اختیار همه انسان‌ها یا همه عالمینه الرحمن رحیم او صاحب رحمت عام و خاصه یعنی مثل خورشید جهانتابی که نور و حرارتش بر همه صحنه گیتی میتابه دشت و دمن و نمیدونم دریا و آدمای بد و خوب و همه چی رو در بر میگیره نگاه میره به اون سمت و سو که هم یه رحمت عام داره و یه هم رحمت ویژه هر کسی بیشتر اینو جذب بکنه این نور و گرما رو بیشتر بهش میده مالک یوم دینه یعنی نه تنها امروز جذاب و مکانیزم و عمل همه اینا در اختیار اونه بعدم با او تعهد میبنده من فقط با تو ارتباط دارم با تو سر و سر دارم یا که نه وجودم در واقع هموار و پذیرای صفات و ارزش مثبت توه و فقط هم از تو کمک می گیرم هی hey, به این بر اون بر نمیپردازم کرنش میشه دیگری با کنسر خم بکن یا به بندگان تو بخوام متوسل و متشفع بشم نه من فقط با تو ارتباط دارم خدای منو هدایت بکن به راه صحیح شاهراهی که به سمت ارزش ها و زیبایی های راه تو میره نه اونایی که گرفتار گمراهی شدن نه مشمول غضب واقع شده. میبینیم اصلا یه تعهد یک به تجدید عهد و پیمان با خالق جهان توی مجلسی که مصیبته اصلا چقدر فرق میکنه آدم به خودش وقتی تلقین مثبت بکنه یک نگاه تو با ستایش بکنه بالاخره اگه قبول داره که آفریدگاری اون آفریدگار رحمانه او که بد نخواسته برای کسی ما به نظرمون چون اونس گرفتیم که از دنیا میره فکر میکنیم دیگه دنیا تمام شده به آخر اومده قرار بود همه میموندن که آدمای هزارهای پیش هم که بودن اصلا, اصلاً این چه نگاهی است که ما انتظار داشته باشیم هیچی معدوم نشه هر کسی که آمده هر چیزی که آمده ولی اگه باور بر این باشه که چیزی از بین نرفته اون وقت نوع نگاهمون عوض میشه سوره اتفاقا الرحمن هم که اشاره کردین اون معروفه به سوره عروس قرآن اصلا همش رحمتای خداست تنها سوره ایست از قرآن که با یکی از نامهای خدا آغاز میشه هیچ سوره ای از 14 سوره 104 در سوره قرآن به نام خدا نیست رحمان یعنی رحمت عام فراگیر استثنام نداره خورشید همطور که عرض کردم به همه جا داره میتابه یعنی بحث اون سوره هم رحمت های عمومی خداست در اون سوره نام الله البته نیمده ولی 34 بار ربوبیت اومده یعنی اون کسی که جهان رو داره اداره میکنه و اداره کنندگیش هم بر اساس رحمته یه وقت مدیر یه کارخونه یه شرکتی برای استثمار دیگران برای منافع شخصی خودش داره اداره میکنه ولی یه وقت هست که اداره کننده اون مؤسسه برای خدمت به مردم به کارمندان به ارباب به عواملی که اونجا کار میکنن اینجا رو تاسیس کرده همش رحمت عشق لاو دوست داشتن محبته میگه جهان رو یه همچین نظام محبتی داره اداره میکنه در قرآن هست میگه الرحمن علال عرش استوا کی پشت این ماشین جهان نشسته میگه رحمان نشسته میگه الله حتی آدم میگه که این مثلا کمپانی رو با ده هزار نفر کی داره اداره میکنه میگه آدم است که تمام وجودش خدمت عشقه، مهر و محبت میگه رب و, و رحمان اون کسی که داره جهان رو اداره میکنه رحمانه خب این سوره درش سی و یک بار این جمله تکرار میشه فبه آلاء رب کماتو کذبان کدوم یکی از این نعماتو نادیده میگید یعنی دونه دونه رژه نعمات خداست در روزگار حالا یک کسی مصیبتی بهش وارد شده بعد این دونه دونه نعمت ها رو میشمره از زمین نعماتی که تو آسمان تو دریا برای انسان ها قرار داده حالا مفصله که بحثمون این نیست که وارد اون سوره بخوام بشم میخوام بگم در واقع اگر به معانی اون چی که آدم تو اون جلسات ختم و و این هم خونده میشده از قدیم سنتی که تو جامعه هم بوده اصلا نگاهش وقتی عوض بشه مثل آبی که رو آتش بریزن این مصیبت ها هم فراموش میشه یه واقعیت آدم میپذیر و سعی میکنه خودش رو همراه و هماهنگ این نظام تقدیری جهان بکنه چکه همونجوری که گفتین تا انتهای سوره الرحمن رو نمیخونند تا جایی بله. هست که اشاره بهش میکنه که خداوند اشاره میکنه که همه چیز از بین میرن و آنچه که میماند خداوند زلجلال و اکرام هستش بله شاید توضیح بدیم که اصلا چرا تا اونجا میخونم و اهمیت به اصطلاح سوال شده که خب این که میگه که همه چی از بین میرن خب ها. وضع ما چی ما که اصلا هیچ دلگرمی برامون وجود نداره <تصفيق> <تصفيق> بله که خدامون بله که چی آخه بله میگه که تا اونجا میخونه آیه 26 27 این سوره است میگه که کل من علیها فان بله. همه فانی میشن یعنی همه که روی زمینن بعد یه پله میرن پایین میگه کسی بالای زمین نمیمونه رو کوسه زمین و یه بقا وجه رب که زل جلال و اکرام ولی باقی میمونه وجه رب ربی که صاحب این دو دسته از نعماته یکی میگن صفات جلالیه یکی صفات جمالیه جلال یعنی بزرگی ها و ها خدا عظیم علی زلغبت قوت و عظمت ها یکم صفات جمالی از زیبایی ها لطف داره رحمت داره محبت داره یعنی صفات متعدد خدا رو دسته بندی کرده چیزهای خیلی آ... بلند و چیزهای خیلی زیبا میگه اینا میمونه حالا بعضی ها این وجه رب با گفتن اینی ذات خدا یعنی همه میمیرن ذات خدا میمونه خب این سالم طور که این بیننده مطرح کردن خب مطرح میشه که خب این چه نعمتیه که خداوند میگه که خب همه میمیرن فقط من میمونم اینکه خب برای انسان ها هیچ نوع دلداری نیستش ولی منظور ذات خدا نیست اینو اشتباه میکنن میگن منظور ذات خدا وجه خدا با ذات خدا فرق میکنه ما ذات خدا رو که نمیشناسیم ولی وجه خدا صفات اونه خدا علیمه یعنی هر علمی که شما به دست آورده باشین انسان ها روی هم اضافه میشه میمونه خدا حکیم حکمت ها خدا عزیز عزت میمونه یعنی چی میمونه یه مثال ساده میشه زد ببینید مدرسه معمولا ماه خورداد تعطیل میشه دیگه نیست؟ حالا اول مهر مدارس تو ایران باز میشد و امتحانا خورداد مثلا سختترین ایام زندگی هم خورداد ها بود برای ما کم میشه معمولا مدرسه تعطیل میشه خرداد معلم ها میرن در مدرسه را میبندن ولی یه چیزی میمونه مدرسه تعطیل شده ولی تلاش هایی که در طول سال تحصیلی کردند محاصلین یا دانشجویان باقی میمونه فیزیکی که خوندن شیمی خوندن ریاضیات خوندن هر کی هر چی خونده اونا میمونه معلم ها رفتن معلم ها عوض میشن این عمر گذشت دیگه در مدرسه رو بستن تعطیلات تابستان شروع شد ولی تلاش هایی که وجه مدرسه رو داره وجه مدرسه یعنی جهت مدرسه مدرسه برای چی تاسیس شده دانشگاه برای چی تاسیس شده برای این همه آموزش اونا میمونه که حالا در واقع در مدرسه هستی هم همینه میگه من شما رو فرستادم به این میدان زندگی به این مکتب هستی همه ولی تمام میکنید این مدرت رو همه میمیرید ولی یبقا وجه رب که زل جلال و اکرام صفت ربوبیت جلال و جمال میمونه یعنی شما در این عمرتون کارهایی که صفت خدایی داشته باشه خدا علیمه هرچی علم کسب کرده باشه همطور که عرض کردم خداوند مهربان دیگه رحمانه تو اگه مهربانی کرده باشی به دیگران خیر و خدمت کرده باشی احسان کرده باشی اینا هست در شخصیت تو وجودت هست تو مردی ولی این تمام اطلاعات در تمام سلولای انسان هست دیگه به نظر علمی که جنتیک به بزوه اینا رو داره به ما نشون میده حالا در قرآن مثلا میگه بل باقیات و صالحات میگه همه چی از بین میره ولی یه چیزایی باقی میمونه کارای اصلاحی که تو کرده باشی یه سنگی رو از جلو پای کسی برداشته باشی یه باری رو از پشت کسی برداشته باشی سالهاتی از اصلاح میاد دیگه یه چیزی رو اصلاح کرده باشی فقر جامعه رو اصلاح کرده باشی فقر مادی شو فقر فرهنگی شو. فقر اخلاقی شو یه کاری مثبتی خلاصه کرده باشی اینا میمونه بنابراین این دلداری رو تو آخر این جلسات که این آیه رو میخونن میده که حالا اگه پدرت مادرت عزیزانت کسی از دنیا رفته تو خب احساس میکن اونا را دست دادی تمام شد اینا رفتن دیگه نه فکر نکن از دست رفتن اگه با یه نگاه دیگه ای به هستی توجه بکنی تمام تلاش های مثبتی که کردن مهر و محبتی که به تو ورزیدن کارنامه وجودشون در اجزاء وجودشون هست اگه به رستاخیز باور داری همه اینا آیندهشون رو داره میسازه بنابراین امیدواری میده دیگه امیدواری که آدم خیلی. احساس میکنه که زحمت هایی که تو زندگی کشیدن به باد نرفته اینا هست اینا همه اینا البته هم تو که برمیگرده به باور آدمیان که بله. چگونه برست. نگاه میکنن به جهان خیلی متشکر آقای بازرگان سوره دیگری هم که معمولا ببخشید استفاده میشه قرارت میشه سوره یاسین هست ولی بله اون به خصوص بیشتر برای از دست رفتگان هست که شبهای جمعه استفاده میخواست ببینیم خصوصیت اون سوره چی هست؟ سوره یاسین در بله, بله. بله. بله یاسین هم معمولا تو ایران شبهای جمعه میخوندن دیگه بله. یا سر خاک که میرفتن میخوندن یاسین رو میگن که قلب قرآن بش یا یادم میاد قلب قرآن ببینید قلب عامل و صلاح خونرسانیه دیگه قلبه که مثل این که داره بدن و نگه میداره سوره یاسین شد بیش از سوره های دیگه بازگشت به قرآن رجعت درش مطرح شده یعنی سه اصل توحید و معاد و مثلا نبوت رو یعنی هم شناخت آفریدگار جهان و هم شناخت بازگشت به سوی خدا مثل بازگشت رجعت پدیده ها و هم این وسط نقش عمل مثبت انجام دادن هدایت نبوت رو بنابراین چون روی این پایه های اصلی تکیه میکنه اسمش رو گذاشتن قلب قرآن مثل یه طلمبه هدایت رسانیه سوره یاسین رو به خاطر این میخونن حالا سر خاک مثلا عزیزانشون میرن یه دید کلی شناخت کلی پایه های به اساسی دین رو چون فرامیگیرن اسمشو مثلا نالا گذاشتن قلب قرآن تو این کلمه تو قرآن نیست ولی مردم این چیز رو از گذشته نسبت دادن تفاوتش با سوره یاسین اینه یاسین بیشتر اون های نعمت‌هاس نگاه خوش و نگاه مثبت و لذت به جهانه ولی یاسین به اون کلی باورهاست خیلی متشکرم آقای بازرگان معمولا اشاره کردید به تعریف رب تا حدودی خب رب که میشه یعنی خداوند نگهداری میکنه محافظت میکنه محیط رو آماده میکنه برای مخلوق خودش همچنان که مثلا یک مجسم ساز یا نقاش از اون که میسازه نگهداری میکنه به نفع احسن خب سال سوال اینجاست که اصلا نقش خلقت چیه اگر که قراره که بیایم رو بیایم و و بعد فوت کنیم هفتاد هشتاد صد سال عمر بکنیم خب پس هدف از خلقت چی بوده که خداوند در نظر داشته و رب رو گذاشته که مواظبت ازش بکنه با نمیدیم خدا چه هدفی داشته ولی از اشاراتی که لاغل توی قرآن هست میتونیم به سایه خطوط کلی رو ترسیم کنیم چند جایی قرآن یه اشاراتی میکنه مثلا یه جا میگه که همه مردم تو سرکله هم میزنن اختلاف با هم دیگه دارن لا یزال و مختلفین لا یزال دائما دارن اختلاف میکنن الا ما رحم ربکه رب مگه اونایی که مشمول رحمت پروردگار قرار بگیرن یعنی مهربانی ها لطف ها در وجودشون تحقق یافته باشه میگه بله ذالک اصلا برای همینم هم خدا خلق کرده اصلا داره فلسفه رو میگه دیگه و لذالکه لذالکه یعنی برای همین هدف همین بوده هدف همین بوده که یه مهربانی پیدا بکنن خودشون رو از این اختلاف ها ها کینه ها ها حسد ها،, آز ها بکشن بیرون یعنی ساخته بشن مشمول رحمت پروردگار قرار بگیرن این در پرتو تجلی رحمت او قرار بگیرن میگه پس هدف اینه هدف ساخته شدن انسان و نزدیک شدن به رحمت خداست یه جایی مثلا میگه که الذی خلق الموت و خداوند مرگ و حیات و آفریده حتی مرگ رو هم میگه آفریده شده است مرگ عدم نیست نیستی نیست یه حالت دیگه است از حیات برای چی آفریده خدا مرگ حیات و تا شما رو بیازماید یعنی در این بوته ای آزمایش در این کوره ای ابتلا قرار بگیرید ایکم احسن و عملا تا کی قشنگتر عمل میکنه احسن یعنی حسن یعنی نیکوی زیبایی یعنی در واقع یه رقابت برای اعمال زیبا نیکو درست میشه که دانشگاه برای چی مدرسه رو دانشگاه تاسیس کرده؟ ایجاد یه رقابتی بشه برای به دست آوردن مثلا فرست استودنت آدم شاید اول بشه نفر اول کنکور بشه یعنی رقابت برای به دست آوردن بهترین جوایز میگه دنیا همینه رقابتی خدا گذاشته حالا در رشته های مختلف همه اون چیزی که خوبه مثبت انسان ها به اون برسن در یه جای دیگه هم میگه که ما شما رو نیافریدیم به خاطر جز به خاطر عبادت حالا عبادت رو بعضی ها فکر کردن که همین نماز و روزه و دلار شدن و مثلا یه سلسله آداب دینیه در حالی که معنای عمیقتر عبادت که به اشتباه در ترجمه ها عبادت رو پرستش معنا کردند حتی در ترجمه های انگلیسی هم دیدم مثلا عابد و می نوکر میگه شما رو خدا خلق کرده مثل نوکر کلفت خدا نمیخواسته که عبادت در زبان عربی یعنی از نظر ریشه لغوی الان مثلا تو عربستان به ماشین های جاده سازی روش نوشته عابد چون غلطک و گریدر و ل... نمیدونم بولدوزر رو همه اینا جاده رو صاف میکنن اون وقت ماشین میتونه تو جاده حرکت کنه و اینا سنگلاخ های کوهستان پست و بلندی داره نمیشه عبادت یعنی هموار کردن مسیر هموار کردن جاده در زبان عربی از طریق معبد جاده که معبد یعنی عبد شده یعنی صاف شده آسفالت شده یا یعنی عبد طریق یعنی جاده سازی عبد کردن راه یعنی اونو جاده کردن حالا اینکه میگه من شما رو نیافریدم مگر بر عبادت عبادت یعنی جاده وجودت هموار برای خدا بشه یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا میگه ببخش تو مثل صد سکندر مثل کوه مقاومت نکنی بپذیری این جاده این ماشین خدایی بیاد تو وجودت اگه میگه کمک مالی بکن یا اگه در دفاع از مملکتت هم وطنانت هم نوانت جانت هم مثلا برو بر ریسک و خطر بنداز جان دوستی مال دوستی مانع نشه پس عبادت مجموعه تمرینایی که قلب یک انسان و وجود یک انسان رو برای پذیرش حقیقت راحت میکنه آسون میکنه میتونه جذب کنه بعضی پارچه هست که آب جذب میکنه بعضی ها مثل نایلون جذب نمیکنه میگه وجود شما جاذب و فراگیر صفات خدا باشه. حالا رحمان علیم خدا علم و بپذیر عاشق علم باش عاشق حکمت باش سعی کن عزت پیدا بکنی خدا لطیف لطف داشته باشه و دود مبدت داشته باشه و الی آخر پس عبادت که تو فارسی معادلش هم نداریم ولی از نظر لغت عربی یا مثل معنای قرآنی یعنی شخصیت خدایی پیدا کردن یعنی در واقع شما رو من آفریدم که یه شخصیت درستی پیدا کنید شخصیت مثبتی پیدا کنید از مجموع اینا میشه فهمید که هدف از خلقت چیه خیلی متشکر آقای بازرگان در ارتباط با فوت و مرگ افراد متفاوت فکر میکنند خیلی ها و حتی گروهی از روانشناسان اصلا توجه بهش میگن اصلا توجه نکنی حتی میگن بچه های کچی که تونم تو مراسم خط نوری که اصلا فکر مرگ نباشند ولی از اون طرف هم میبینیم که مشرق زمین به خصوص تو کشورهای اسلامی شد و کشور خودمون اینها مردن یه حالت به اصطلاح شکوهی به همراه پشتش داره از این نظر که شما سوم میگیرید هفتم میگیرید چلم میگیرید شب سالم میگیرید متفاوت هست با آیا لزوم داره همه اینا انجام بشه یا تفاوت چیه اینجا خب یه تفاوت های هم فرهنگیه و هم بینشیه در واقع دیگه ببینید من یادم از خب کودکی که تو مملکت خودمون بودیم مثلا شوای جمعه مردم میرفتن زیارت اهل قبور حالا پدر بزرگی مادر بزرگی پدر مادر امو امه خاله کی که مثلا داشتن یعنی این رسم بود تو همه شهرها بودن دیگه یا مثلا کسی از دنیا میرفت اینطور نبود که مثلا ماشین آمبولانس بیا در خونه بذارن و ببرن هیچکی هیچی نبینه جنازه رو مثلا می آوردن تا سر کوچه سر خیابون اهالی محل جمع می شدن زیر مثلا چیز رو میبردن تابوت رو می گرفتن مثلا لا اله الا الله می گفتن الان تو این جوامه مثلا خیلی بده حالا یا زندگی ها به گونه شده یا میگن نه بابا ها مثلا میبینن میفهمن بعد دیپرس میشن فلان میشن ولی تو اون جامعه گذشته یه امر خیلی طبیعی بود یعنی از بچگی کودکان با یک سلسله واقعیت ها مواجه می شدن که آدم نیمده که اینجا که هم بمونه و بعد جز زندگی می دیدن همطور که به دنیا آمده ایم بزرگ میشیم جوان میشیم ازدواج می کنیم, مریض میشیم خب اونم جز بشه یعنی آدم نمیتونه خودش رو مثل کپ سرش رو زیر برف بکنه که و بعد اون وقت مرتبه مواجه میشون هیچ وقت تو زندگی ندیده که مرگی هم هست تصورش و باورش اینه که ما برای عبد هستیم به محضی که اون وقت یکی از عزیزانش اتفاق میفته دیگه اصلا همه چیشو رو تو زندگی یاد دست میده به نظر من اون فرهنگ طبیعی تره یعنی با چیزی طبیعیه که با واقعیت ها انتباق داشته باشه بله تو جلسات حتی من دیدم در اروپا یا مثلا امریکا حتی تو جلسات ختمم سعی میکنن اصلا به روی خودشو نیرنی همچین اتفاقی افتاده آلبوم اکس رو مثلا نشون میدن و به با و بخند و حتی موسیقی مثلا میذارن که هیچ چیزی نیستش مسئله هم مثلا اتفاق نیفتاده و و عادی میشه و رها میشه که اصلاً به اون توجه به اون بود قضیه نداشته باشن ولی پذیرش این امر نه اینکه آدم ندیده بخواد بگیره وجود داره و طبیعی هم است و باید تسلیم بشه آدم بهش اون وقت یه نتایج دیگه ای داره خیلی متشکر آقای بازرگان ببینیم در فرهنگ دینی ما حالا تفکرهای رنج تفکرهای مختلف وجود داره تو همین فرهنگ دینی این مسئله مرگ چه منافعی میتونه داشته باشه با توجه به دیدی که شخص میتونه نسبت به مرگ داشته باشه چه منافعی داره یعنی اگر به عنوان واقعیت بهش بخوایم طرف بشیم ببینید اگر باور بر این باشه که ما رو تصادف به دنیا اومدیم اتفاق خالق یا چیزی نیست و بعدم که مردیم دیگه پوسیده شدیم و دنیا رفتیم نه هیچ فایده نداره چه, چه فایده ای داره که به یاد مرگ باشیم ولی تو جهان بینی در واقع آخرت نگر که این جهان ما یک مقطعی است یک مثلا دوران موقتی است اون وقت که خیلی فرق میکنه یعنی اگر بنده اینجور فکر کنم که آقا هر چیه هست همین 40 سال 70 80 سال بعدم سرش آدم گذاشت میره و تمام میشه یه جوری نگاه میکنه یه احساس مسئولیت و تعهدی میکنه تا اینکه آدم بگه که نه اعمال امروز من سازنده فردامه من هر کار خوبی بکنم به از آف مضاعف نتیجهشو میگیرم کار بد بکنم رو باید ببینم امروز فردامو دارم میسازم مثل تو دانشگاه که آدم بدونه که این درسی که دارم میخونم به آینده ارتباط داره یه پزشک حاضقی بشم خوب درس خونده باشم خیلی فرق میکنه تلاش امروزم محصول و میوه فردا داره نتیجهش خب قاعدتا متفاوت خواهد بود دیگه در قرآن تا راجع به حضرت ابراهیم یه جا میگه ابراهیم و به صلاح اسحاق و یعقوب و فرزندان و اونا میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار اونا یک سره به فکر ابدیتشون بودند یعنی این نیست که دنیا رو بل بکنه یعنی همینی که بلندتر میبینه مسئله رو تاثیر در امروزش میگذاره یکی از بزرگان سخن جالبی میگفت که میگفت بچه ها در یک محدوده زمانی کوتاهی زندگی میکنند بچه ها بچه کوچیک ها وقتی که ناراحتن گریه میکنن نمیشه بهشون وعده داد که یه هفته دیگه برات مثلا فلان چیز میخریم حتی به بچه کوچیک بگیم فردا مثلا برات عروسک میخریم یا این ماشین به پسر بچه میخریم مثل این که نخریده باشید اون همین حالا میخواد یعنی بعد زمانیش رو آینده بچه خیلی کمه بچه ها اگه دیده باشین کینه ای هم به دل نمیگیرن حافظم ندارن بچه رو آدم تنبیه هم کرده باشه فرداش یادش میره یعنی اصلا بچه خاطره نداره که مثلا حالا این خواهرم برادرم پدرم مادرم مثلا به من تندی کرده هم گذشتهشون خیلی کوتاه بچه ها هم آینده انسان هر چقدر رشد پیدا کنه این ابعاد زمانیش گسترده تر میشه آدمایی که رشد یافته ترن هم گذشته براشون نگذشته ما میگیم بابا گذشته ها گذشته ولی میگه نه یعنی عبرت میگیره درس میگیره نتیجه گیری میکنه یه سخنی از حضرت علی میگن من گرچه عمر زندگی نکردم ولی چون اهل عبرت هستم انگار از زمان آدم زندگی کردم یعنی پس یک کسی بود عبرتگیریش رو میبره از موقع که حیات رو کره زمین به وجود آمده یعنی تمام تجربیات امتهای پیشین انسانهای پیشین با این همراهه میگه من پس از اون موقع شروع کردم و چون به آینده نگاه میکنه از حالا برای آینده برنامه ریزی میکنه ببینید کشورهایی که پیشرفته ترن برنامه حالا ما پنج ساله داریم مثلا که عمل هم درست بهش نمیشه کشورهای پیشرفته برنامه 50 ساله دارن پنجا سال آینده باید به کجا برسیم یعنی نگاهش به آینده است میگن بزرگترین سرمایه گذاری کشور روی تعلیم و تربیت بچه هاست روی آموزش پرورشه چون اینا رو نسل آینده ما به چیزای ظاهر واردات لوازم آرایش و شکم پر کردن مردم و این پول نفت و فلانی خرج امروز بکنیم تا ما هستیم این مشکلات حل بشه نگاه به نسل بعد نداریم ببینید اینا برمیگرده به ابعاد نگرش انسان در قرآن میگه کاری که شما میکنید و باقیات و صالحات کاری که براتون بمونه کارای صالح و نیکوی که بمونه آرزوی این کارا بکنید آرزو اینکه خونه‌ی خونه من میخوام حالا نمی‌دونم چند صد متر مربع زیر بنا باشه مبلمانش چی باشه ماشینم مثلا چی باشه میگه اینا که تمام میشه ول باقیات و صالحات و خیرون اندرم ثواب هم ثواب باسته نقطه یعنی بازتاب نتیجه محصول و خیرون عملا عمله و علف هم هست آمال در واقع نظر آمال و آرزوها برو رو بقا روی چیزی که میمونه پس از اونجا که انسان هرچی ابعاد نسبت به گذشته و آینده زمانش بیشتر باشه این دید حالا در آخرت نگری هم همینه که از امروز آینده بسیار دورش رو برنامه ریزی میکنه بچه هم که موفقند در تحصیلات اینا هم همه, کسانی بودن که عمدتا کمتر به فکر سرگرمی ها و اشتغالات و بازی های امروز بودن بیشتر به آخر سال نگاه میکنه اصطلاح فرهنگ ما میگن معالندیشه آینده نگره حالا نگاه به آخرت نفی دنیا نیست بلکه دنیا رو تر گرفتن برای ساختن فراتر از دنیاست خیلی مچکه آقای بازرگان ما میدونیم آیاتی از قرآن هست که ببخشید خطابش مستقیم به انسان هاست به طور کلی بله. و بعضی آیات هست خیلی اختصاص به مؤمنین داره بعد سوالی که مطرح شده اینجا اینه که آیا فقط خداوند مواظبت میکنه از کسانی که دوستش دارن و آخرت را قبول دارن یا نه همه رو در بر میگیره و از اون برم اشاره کردن که بابا ما میبینیم که افرادی که بیشتر علاقهشون به این دنیا هست و هم خیلی بهتر روز به روزم بهتر میشه uh... نه خب این استثنایی که ما معمولا میذاریم معمولا فرض کنید توی حکومتی فرض کنید نظامات سیاسی که در دنیا هست حالا غیر سیاسیش هم همینطوره توی حکومتی اونایی که خودی موافقن همه امکانات رو در اختیار اونا میذارن دیگه بقیه میشن دگرندیش همه رو پس میزنن در کم و بیش همه جا همینطوره دیگه این تصور بشری رو مردم تعمیم میدن که خب از تو نظام خدا میدوریه قاعدتا خدا باید اونایی که با پیامبرانشون مثلا بیشتر نزدیکن و با انسانای شایسته خدا رو قبول دارن خدا باید امکانات رو در اختیار اینا بذاره و چون در واقعیت جوامع غیر از اینو میبینن تعجب میکنن که تو واقعا اونایی که قبولم ندارن چون بیشتر دنبال دنیا و منافع و لذات و تمت و آتش رفتن خب موفقتر شدند، شدن اونا که بیشتر تو جنبای خدمات و معنویت هستن بیشتر محروم هم شدن خب این سال مطره در قرآن میگه نه رحمت خدا شامل همه است در واقع مثل یه دانشگاهی است میگه تو این دانشگاه این دانشکده ها هست این امکانات هست هر کی هر چقدر زحمت بکشه نتیجه خودش رو برده خدا هیچ کسی رو محروم نمیکنه چند تا آیه قرآن هست که میگه که من یورید العاجله هر کسی که این دنیای با عجله و شتاب و زود گذر رو اراده بکنه اجلنا نالهو فیها ما نشاول من نورید ما هم عجله میکنیم شتاب میکنیم موجبات موفقیتش رو فراهم میکنیم دنبال مال میخواد بره ثروت میخواد بره قدرت بره نظام ما بگونه است که او رو ساپورتش میکنه حامیش هست و موفق میشه اگر همت بکنه تلاش بکنه و من یورید آخره هر کسی هم دنبال آینده بره ابدیت بره او رو هم ما بهش کمک میکنیم میگه کلا نمد ما همه رو امداد میکنیم هاولا ها و هاولا ها این آیه قرآنه مان. میگه هم ما دنیا طلبان رو امداد میکنیم در هدفی که خودشون برگزیدن و هم آخرت طلبان رو میگه ما کان عطا و ربک محذورا بخشش پروردگار از هیچ کسی باز داشته شده نیست فقط خداوند هدایت میکنه تو این راهو داری میری راهی که میروی به ترکستان است آقا این راه راه خوبی نیست میگه این دانشگاه رو من تاسیس کردم که تو این علوم و معارف رو یاد بگیری تو همش داری میری توی مثلا کافتریا نشستی اشکال نداره بیرونت نمیکنم ولی آخرش به تو لیسانس و فوق لیسانس پزشکی و مهندسی نمیدم ولی تو میخوای بری ورزش کنی دانشگاه فقط برای ورزش نیست اگر این امکانات ورزشی هم گذاشتیم که رفع خستگی بکنی دانشگاه که برای تاسیس برای ورزش ولی تو میخوای همش بری ورزش کنی اشکال نداره بهترین کاپ های ورزشی هم بهت میدم بهترین لباس ورزشی بهترین زمین های ورزش هم هست یعنی دنیا اینطوریه خدا همه امکانات گذشته میگه با انتخاب خودته میتونی زحمت بکشی میتونی نکشی بنابراین آیات متعدد قرآنه میگه من یورید و دنیا هر کی دنیا رو اراده بکنه نوتهی منها حتما بهش میدیم و من یورید آخره آخرت رو اراده بکنه و سعالها ها سعی ها سعی و تلاش متناسب با اونم بکنه فعلا که کان سعی هم مشکورا سعی اونها به نتیجه خودش میرسه بنابراین فراوان تو منطق قرآن این نیست که خدا دنیا طلبار یا مخالفین خودش رو محروم بکنه میگه نظاماتی گذاشتم من فقط تو رو هدایت میکنم که هر کدوم از این رشته ها هر کدوم از فعالیت ها چه محصولی داره تو خودت انتخاب میکنی بنابراین اگرم بدبخ شدی به جایم نرسیدی من نیستم من شرایط گفتم انتخاب خودته بنابراین اگر آیاتی که اشاره به عذاب و همین داره اونام در واقع عمل خود انسان هاست میگه من هرگز کسی رو عذاب نکردم نمیکنم. عذاب تو نظام منه سیستم منه که کسی عذاب میشن مسلما تو دانشگاه تو مدرسه کسی هم که درس نخونده خب روپوزه میشه آبروش میریزه و عذاب محرومیت عذاب در واقع شرمنده شدن اینا به دنبالش هست این نظامات است که خدا قرار داده یه دقیق خوشبخت میشن یه دقیق بدبخت میشن عذاب اعمال خودشون رو میبینن خیلی متشکر آقای بازرگان این اشاره رو که در این آخر کردید در ارتباط با اینکه خداوند همه رو پوشش داره با تعریفی که قبلا کردید از الرحمن عملا سازگاری داره بله به نظر میاد اون تعریفی که الرحمن کردید که سوره الرحمن باهاش شروع میشه داره همینا یعنی الرحمن برای رحمانی هست که برای همه هست و رحیمش هم حالا اگه فرصتی داریم یه چند دقیقه اگر یه مقدار بیشتر بست بدیدین رحمان و رحیم رو بعد بد نیست که ببینیم چه فرقی با هم داره مم. حالا مجبورم مثالی بزنم همیشه با مثال یه مقداری شد باره. ببینید خورشید که بر سطح زمین میتابه خورشید مساوی داره میتابه دیگه پرتوب خورشید همه جا مساوی داره میتابه ولی هر قسمتی از زمین بر حسب جنس خودش کمتر یا بیشتر از نور و حرارت خورشید جذب میکنه نور خورشید که میتابه آب دریاها بیشتر از کوه ها میگیرن دیگه به خاطر همین هم است هم که شب دریاها حرارتی که در روز گرفتن پس میدن هوای بالای دریاها انبساط بیشتری پیدا میکنه و از طرف دریاهای جریان هوایی به سوی ساحل حرکت میکنه و روز برعکس میشه نیست پس خورشیدی که میتابه این یه فعل مساویه بر همه جا ولی موجودات مختلف میگیرن نورو به خاطر همین ما در تابستانا لباس سفید میپوشیم لباس روشن برای اینکه گرما زده نشیم چون لباس سفید برمیگردونه نور خورشید رو کمتر جذب میکنه زمستان میگن لباس تیره باید پوشید بیشتر نور رو جذب میکنه درست یا آدم میتونه مثل موشکور بره زیر خاک اصلا از نور و گرما چیزی جذب نکنه نور داره میتابه ولی تو خودتو در معرض نور قرار میدی یا نمیدی رحمان یعنی این نور مساوی که بر همه جا میتابه رحیم یعنی بر حسب این که تو بیشتر اگر جذب بکنی خودتو بیشتر در معرض قرار بدی بیشتر این نور رو میگیری حالا رحمت خدا دو حالت داره یکی رحمت عامه خدا بر همه موجوداتش مهربانه بر همه رحمت رو تابیده معلمم هم تو کلاس درس میده بر همه میده ولی معلم به اون شاگردای ویژه‌ای که بیشتر دقت کردن سال بیشتر مطرح میکنن پاسخ بیشتر میده کتاب های بیشتری در اختیارشون میذاره در ساعت بعد از درسم حتی اونا رو کمک میکنه پس خداوند دو نوع رحمت داره رحمت عامش که شامل همه است و رحمت خاصش حالا این مثالی که زدین چه فرقی میکنه خدا میگه کسی من قبول داشته باشه نداشته باشه مخالف من باشه تبلیغ ضد منم بکنه من محرومش نمیکنم از حیات از زندگی از سلامتی از امکانات روشتی، عمری وقت داره یکی از سخنی از نقل کردن خرقانی ظاهرا نمیدونم اگه اشتباه نکنم میگن بالای خونش یه چیزی تابلوی زده بود که هر کس در این سرای آید نانش دهید و از ایمانش نپرسید آن را که خدا به جان ارزانی داشته من از نان دریغ نمی کنم. یعنی تو این خونه هر کی آمد دیگه نپرسین که تو مسلمونی اعتقاد داری خدا رو قبول داری یا نداری خدا بالاخره به این جان داده به این سلامتی داده آزادی داده با اینکه ضد خداست کسی رو خدا جان داده من چرا نان ندم این در واقع اشاره به این داره که خدای رحمت عام داره بنابراین نباید از ایمان کسی سال کرد نیاز داره باید بهش داد ولی خداوند میگه تو اگر بیشتر خودت در معرض این رحمت قرار بگیری طبیعتا این نور من روشنایی هدایت منم بیشتر تو رو فرا میگیره اینو میگن رحیم در واقع اول رحمان دوم رحیمه هر دوش تو قرآن آمده دیگه دو برابر هم, هم هست یکیش پنج و یکی صد و چارده تعداد سوره های قرآن خیلی متشکرم آقای شاید بد نباشه در انتها یک خلاصه ای رو از بحثی رو که کردیم خدمت بینندگان عزیز عرضه کنیم و تسلیت ما خدمت تمام عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادن ارسال میکنیم و امیدواریم که خداوند صبر بهشون عطا بفرماید اگر در انتها شما صحبتی دارید در خلاصه بفرمایید بله خب کسانی که از ابتدا با هم بودیم شاید نیازی نباشه ولی به حال تلویزیون رو شاید بعضیا با فاصله زمانی بعدی پیوسته باشن به ما برنامه امروز بر اساس سوالی بود که یکی از بینندگان عزیز که ظاهرا همسرشون رو از دست داده بودن مطرح کردن و نیاز به این داشتن که بر حال نحوه مقابله با این مصیبت رو مقاومت رو در واقع مطرح بکنیم که چگونه میشه این آرامش حاصل بشه از اونجایی که این مطلب برای همه اتفاق میفته و همه بالاخره به گونه ای مواجه با این مصیبت ها هستن به نظر رسید که یه برنامه ای داشته باشیم تو این زمینه عمومی دیگه هممون در معرض این هستیم و ابعاد این مصیبت هایی که تو زندگی برای همه پیش میاد مقداری بشکافیم و نحوه مقابلش رو بر حسب اینکه حالا کسی باوری به مراحل بعد زندگی و آخرت و آینده داره یا نداره یه مقداری گفتگوی تو این زمینه بکنیم با امید اینکه شاید یک مرهمی بر این درد و غم و مهنت هایی که حاصل میشه در این مصیبت ها باشه امیدواریم که خالی از فایده نبوده باشه با حالا این بیننده یا بینندگانی که قبلا هم البته این خواسته رو داشتن از این برنامه شنیده باشن و براشون این اجابت درخواستشون مثبت و مفید بوده باشه در حال متشکریم از وقتی که در همراهی با ما گذاشتین و امیدواریم که به هر حال بهره بیشتر از این برنامه ها و پیشنهادات شما خیلی متشکرم آقای بازرگان از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم و امید دیدار دوباره شما رو داریم خدا نگهدار شما روز و روزگارتون خوش